کادر درمان، این فرشتگان بیبال و پرمهر که این روزها سربازانی شجاع در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. این سوپاست، یک پرستار در تایلند. او میگوید با اینکه 10 سال سابقه کار در ICU دارد، اما در این شرایط ویژه همه چیز برایش تازه است. اینکه خودش و همکارانش چطور ریسک شیوع را کاهش دهند و روش‌های مختلف کارشان در این شرایط همگی جدید و زمان برند. و اینکه بعد از پایان شیفت کاری 12 ساعتش باید قبل از خانه رفتن چه کارهایی انجام دهد تا ناخواسته همسرش را مبتلا نکند. من واقعا نگرانم که وقتی لباسهای محافظم رو در میارم و میخوام بیرون بیام، ویروس رو با خودم از بیمارستان نیارم. زندگیم عوض شده. قبلا سری میرفتم خونه، اما حالا اینجا باید دوش بگیرم و حتی وقتی خونه هم میرم نمیتونم مثل قبل نزدیکش بشم و از هم با فاصله میشینیم یا میخوابیم. وقتی به هم گفت با بیماران کرونایی کار میکنه، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که این یک بیماری عفونی جدید بی واکسنه. نگرانشم که نکنه مبتلا بشه، اما میدونم که از پسش برمیاد. من مدام به بیمارا میگم که توی مبارزهشون تنها نیستن و ما با دوربین ها و مانیتورها در کنارشون هستیم و مواظبشونیم. از 9 مارس تا کنون بیمارستان چولالانکورن بانکوک بیش از 200 بیمار مبتلا به کووید 19 را درمان کرده. آنها از اینکه کسی در بیمارستانشان از این ویروس جان نداده احساس غرور میکنند. مسئولین بیمارستان همینطور بسیار مراقب انتشار این ویروس در میان کادر درمانش است. پریسا پرتو، اتاق خبر.